اول خرداد 1399 و 21 ماه می فرنگی 2020. برنامه رویدادها، بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز میکنیم. با درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه، همونطور که مشاهده میکنیم رویدادها سرعت زیادی به خودش گرفته، شتاب زیادی به خودش گرفته. به این دلیل گاهی ممکنه مسائلی که لازم بشه، رویدادهایی که لازمه مطرح بشه و بررسی بشه بهش نمیرسیم. ولی با وجود این، تا اونجایی که امکان داره سعی میکنیم که بررسی کنیم رویدادهایی که در طول هفته اتفاق افتاد. یکی از مهمترین رویدادها برگزار نکردن روز قدس. روز قدس به پیشنهاد آیت الله خمینی مطرح شد و ایشون گفتن که برای آزادی قدس این روز رو جشن میگیریم و به کشورهای سایر کشورهای مسلمون هم پیشنهاد کرد ایشون که اونها هم همکاری کنن و به ادعای خودشون گفتن 40 کشور مسلمان هم این روز قدس رو جشن میگیرن. حالا چرا آیت الله خمینی که از راه‌های متعدد میتونست کمک کنه به فلسطینی‌ها، کاسه داغ‌تر از آش شد و روز قدس رو اعلام کرد، روز آزادی قدس، که خب بیشتر به نظر من جنبه تبلیغاتی داشت تا جنبه عملی. موارد زیادی بود که نشون میداد که اون چه خمینی عنوان کرده شعاره و جنبه عملی و قدرت اجرایی نداره. من فقط اشاره میکنم به زمانی که حرکت اشتباهی کردن عدید ملیگراها و اومدن سفارت، و اصولا عدید دنیا اومدن سفارت آمریکا رو اشغال کردن، کارمندا رو، کارمندای سیاسی رو گروگان گرفتن و این کار خلاف اصول بین المللی بود و سابقه نداشت که سفارت یک کشوری رو که خاک اون کشور حساب میشه اونم توسط دولت حاکم اشغال بشه. ولی متاسفانه با وجود اینکه این کار غلط بود و احتمالاً کسانی هم اعتراض کردن، به خصوص از نیروهای ملی، و تا اونجایی که من یادمه بلافاصله بعد از خبر اشغال سفارت در یه سخنرانی در رشت، من این کار رو نادرست خوندم، به طوری که بعضی از دوستان ما هم به من ایراد گرفتن و با جواب و پاسخ هایی که من دادم قانع شدن. و هر روی کاری نباید میشد شد و آیت الله خمینی با توجه به قدرتی که داشت و محبوبیتی که اون زمان داشت میتونست شده این حرکت اشتباه رو بگیره، نگرفت. یاسر عرفات چون بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ازش دعوت شد و اومد تهران و با بازرگان و عده‌ای از مقامات مملکتی اون روز مذاکره کرد و به این نتیجه رسید که ایران انقلابی یا جمهوری اسلامی میتونه بزرگترین کمک رو به فلسطینی‌ها بکنه و فلسطینی‌ها رو صاحب یه سرزمین بکنه، یعنی یک ملت، یک دولت و یک کشور. و همین دلیل بعد از گروگانگیری به سرعت خودش رو به تهران رسوند و پیشنهاد داد به آیت الله خمینی که با توجه به این که آمریکا باید ما رو به رسمیت بشناسه و تا کنون نشناخته، یکی از بهترین راه‌ها اینه که شما گروگان‌ها رو در اختیار ما، یعنی نهضت فلسطین، بگذارید و آمریکا ناگزیر برای آزادی گروگان‌ها با ما مذاکره باید بکنه و با این ترتیب ما رو به رسمیت خواهد شناخت.
برخلاف تصور عرفات، یاسر عرفات، خمینی مخالفت کرد و از همون زمان هم رابطه تا زمانی که یاسر عرفات بود، روابط فلسطین با جمهوری اسلامی خمینی خوب نبود. البته بعدها معلوم شد که یاسر عرفات متوجه نیست که این گروگانگیری رو طرحش رو راکفلر ریخته و برنامه‌شون این بوده که با این کار اشتباه و استفاده از این اشتباه سپرده‌های ایران در آمریکا برحال ضبط کنن، مسدود کنن و به نفع خودشون بردارن. اینو یاسر عرفات نمی‌دونست، به طوری که خیلی ها نمی‌دونستن و این سالهای اخیر بود که راکفلر اعتراف کرد که این کار با برنامه ریزی اون و طرح اون. اما موارد دیگری هست. الان 2 میلیون فلسطینی در درون محدوده اسرائیل، سرزمین اسرائیل زندگی میکنن و حزب دارن و حزب هم تعدادی نماینده داره که این نمایندگان به هر سمت متمایل بشن اون جناح میتونه دولت رو تشکیل بده. بنابراین خودشون تا این حد نزدیکن با دولت اسرائیل و از جانب دیگه این که اونهایی هم که محدود شدن و زندانی نتانیاهو شدن، اونها هم با تمام این بدبختی هایی که دارند و نمیدونن مقاومتی که میکنند و بمبارانی که متقابلا انجام میشه، تیمای ورزشیشون با همدیگه مسابقه دارن، به خصوص تیم فوتبالشون. و جالب اینه که جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما نباید با در مسابقات جهانی یا بین المللی یا المپیک با قهرمانای اسرائیل مسابقه بدیم، در حالی که خود فلسطینیا مسابقه میدن. و با این کارش، کار غلطی که ایشون مطرح کرد و خامنه‌ای پیشو گرفته و ولکن نیست، لطفش اینه که قهرمانای ما که میتونن حداقل مدال برنز و حداکثر مدال طلا بیارن در رشته تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی، اغلب به دلیل اینکه مسابقه نمیدن و خودشونو میبازونند، ما قهرمانامون هم از مدال محروم میکنیم، از نشانهای بین‌المللی محروم میکنیم. و در صورتی که اگر این مسابقه انجام بشه، نه تنها به جایی بر نمیخوره، بلکه توانایی و قدرت قهرمانی ما در اون رشته نسبت به قهرمان اسرائیل که به هر حال در همین ست رشته مطرح نیستن نشون داده میشه. و این کار غلطیه که پهلوان رسول هم موقعی که رئیس فدراسیون کشتی بود اعتراض کرد و پافشاری کرد که اینو لغوش کنن و از اونجایی که بهش توجه نکردن به پیشنهادش استفاده دادن که استفاده که الان علیرضا دبیر عهده‌دار فدراسیون کشتی شده. در چند هفته اخیر هم باز مطرح کردن که مجلس تصویب کنه که قهرمان ما کشتی نگیرن یا در تکواندو مسابقه ندن با قهرمان های اسرائیل در هر رشته ای که خوشبختانه توسط مجلس اسلامی رد شد. بنابراین میخوام بگم که خمینی کاسه داغ‌تر از آش شده و از اون ورم قدس رو مطرح کرده که هیچ تأثیری در اینکه فلسطینی ها بتونن صاحب سرزمین بشن و یک دولت داشته باشن و یک ملت در کنار اسرائیل زندگی کنن و صلح در خاورمیانه برقرار بشه، متاسفانه در جهتی رفت که فقط شعار و هیچ تأثیر عملی نداشت. اما چرا جمهوری اسلامی که پیشنهاد قدس رو داده بود و افتخار میکرد که 40 کشور مسلمان اینها هم به تبعیت از ما این روزو جشن میگیرن، چطور عقب نشینی کرد و خودداری کرد برگزاری قدس امسال؟ البته اون چه مطرح شده اینه به دلیل کرونا، البته درسته که در حد جمعی چند نفر بیمار میتونن بقیه هم بیمار بکنن، اونم بیمار کرونا، ویروس کرونا که بسیار کشنده است و در ایران هم خیلی ما کشته دادیم و آمارها هم که منتشر میشه آمارهای نادرستیه، مثل بقیه آمارهای جمهوری اسلامی که از روزی که اومده تا امروز در هر زمینه آمار نادرست داده، حتی انتخابات. ولی جالب اینه که در خارج اپوزیسیونی داره درست کرده با کمک مالی و هستن
کسانی که ادعای اپوزیسیون میکنن شاید هم کمک مالی نمیگیرن. اینها هم با اینکه در تمام آمارهای جمهوری اسلامی، آمارهای داده شده توسط جمهوری اسلامی تردید میکنن و دلیل میارن در ردش، نتیجه انتخابات رو بدون اینکه یک نفر یا دو نفر بالا پایین بکنن دقیقا اون چه جمهوری اسلامی میگه قبول میکنن. و وقتی ملی هام رد میکنن که این آمار نادرسته، به جای اینکه تایید کنن پیشنهاد ما رو یا حرف ما رو تایید کنن، به خود ما حمله میکنن که نخیر، جمهوری اسلامی دقیقا آمارش درست. به هر روی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که اینو برگزار نکنه، یکی به دلیل ویروس کرونا، یکی به دلیل اینکه خود رهبرشون حاضر نیست بیاد در جشن شرکت بکنه به دلیل بیماری که داره، به دلیل ترسی که داره. بعد امامای جمعه هیچ کدوم حاضر نیستن بیان. از همه مهمتر جامعه نشون داد که مردم هیچ علاقه‌ای به برگزاری این چیز ندارن، این جشن قدس ندارن. اینو به هر حال خبرها منتشر شد و اینا متوجه شدن که اگر بخوان پافشاری کنن با یک عدم استقبالی روبرو میشن که در زمان انتخابات اتفاق افتاد. و به خصوص همون کسایی هم که حقوق میگیرند و باید دستور میدن، باید خودشون و فامیلاشون هم میان، اینا به هر حال ترس از این گرفتاری چیزا داشتن، ویروس کرونا. بنابراین این عقب نشینی و این عدم برگزاری به جهات زیادی درست بود و نشون داد که اینها چقدر روی همبستگی مردم و یگانگی مردم حساب میکنن و چقدر هم نگران این هستن و در زمینهای مختلف سعی میکنن که این همبستگی به وجود نیاد. که فرصت گفتارش در اینجا نیست و در آینده فرصتی بشه اشاره بکنم، که خودشون دامن میزنن به اختلافات بین اقلیت‌های مختلف و فکر میکنن با این ترتیب جلوی یک همبستگی ملی سراسری رو میتونن بگیرن. ولی در اینجا یه سخنی دارم با هموطنهای افغانیمون، شیرزنان افغان و دلاوران افغان، در مورد رخداد تلخی که در هیرمند اتفاق افتاد و گفتن 48 نفر از کسانی که میخواستن وارد ایران بشن، کندید من یعنی وارد کشور خودشون بشن، برای اینکه از درازای تاریخ تا کنون این سرزمین یکی بوده، چه قبل از هخامنشیان، چه دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان، همه با هم بودیم. بعد از شکست، در حال شکستی که نباید ایران میخورد ولی در مقابل عراق متحمل شدیم، برای یک پارچه شدن ایران، برای حفظ ملیت ایران، حفظ هویت ایرانی، حفظ تاریخ ایران که اونا از بین برده بودن عربای عابرنه، که حالا آیت الله مطهری سنگ اونا رو به سینه میزنه میگه اونها برای ما تمدن آوردن، در صورتی که تمام کتابهای تاریخی غیر زبان فارسی در دنیا نشون میده که اونها تمدن نداشتن. اگر تمدنی در دوران امپراتوری اسلامی بعد از عباسیان به وجود اومد، همه رو ایرانی ها به وجود آوردن، ولی آقای مطهری معتقد بودن به دنبال اون هستن کسایی که پیرو راه امیر حسین موسوی، به طوری که سروش که خودش این همه وابستگی مذهبی داره و معلم حزب الله بود یه دورانی، گفت نامه به ایشون نوشتم آقا تو چرا مادرزاد با ایرانیت، با ملیت ایران، با ملت ایران، با تاریخ ایران چرا مخالفی؟ خمینی هم همینطور. اصلا خمینی میگه ما تاریخ 2500 ساله نداریم، اگرم میگن این آمریکایی‌ها برام ساختن. چرا آمریکایی اومدن برام تاریخ ساختن؟ برای اینکه 2500 سال آمریکایی که 200 خورده سال به وجود اومده، 2500 سال ایرانو مستمر خودش. خب یه همچین آدمی یکم هست که در شورای دانشگاه بود و بزرگترین جنایتو کرد به دانشجوان و استادان، ایشون هم یه با خودش ادعا کرد روزنامه اطلاعات نمیشت که من رفتم دانشگاه دانشجوان و من تبریک گفتم. گفتم برای چی تبریک میگین؟ گفتم به خاطر عید نوروز. گفت ما عید نوروز نداریم، عید ما عید قربانه، یعنی زمانی که گوسنده رو قطعه هم میکنه. خب حالا تغییر جهت داد و متاسفانه تلویزیون خارج هم آقا رو میارن. بر روی
ما در درازای تاریخ با هم بودیم، یعقوب مشترک بوده با ما، فردوسی پدر زبان فارسی مشترک بوده، مشترک به طوری که یکی از هموطنهای افغانی درد دل کرده بود در یه نامه سرگشاده که پدر، خطاب به فردوسی، برای اومدن با آرامگاه تو هم باید ویزا بگیری. خب نگاه کنید، این همه اسطوره های تاریخی، این همه قهرمان های تاریخی مشترک داریم، چرا دو قسمت شدیم؟ به خاطر اینکه استعمار انگلیس خط مرزی برای ما ایجاد کرده. ما نباید هم این ور همون ور نباید این خط رو قبول کنیم. الان هم که در اونجا برای سرکوب هر حال آزادی خواهان خوشون رو بردن، اول طالبان رو ایجاد کردن، بعدم خودشون به بهانه طالبان اومدن و 20 ساله موندن اونجا، اونجا رو اشغال نظامی کردن و ایران هم عوامل خودشون، یعنی در این قسمت در ایران به جای اینکه خودشون خوشون بکشن و بیان و میدونستن که اگر بیان وجود نیروی خارجی اون احساسات ملی رو شکوفا میکنه و ملت تکون میخوره و در مقابل اشغال بیگانه میسته، در اینجا عوامل خودشونو که ستون پنجم استعمار نو هستن، عوامل خودشونو آوردن در ایران ساکن کردن. بنابراین من خطاب به شیرزنان افغان و دلاوران افغان میگم، وقتی اینا ضد ایرانی هستن و نسبت به ایرانیان میهن دوست، ایران دوست، آزادی خواه و ایرانی های معترض نسبت به وضعیت کنونی این همه جنایت میکنن، طبیعی جنایتی در مورد مردمی که اون بر مرز قرار گرفتن بکنن. به هر حال رخداد تلخیه. تصور بعضی از اپوزیسیون خارجی که باید رسیدگی بشه اشتباه است. اینها کدوم جنایت رو رسیدگی کردن که این بار بیان و رسیدگی بکنن؟ بنابراین تا قشون خارجی در اونجا هست و در تا عواملش در ایران هست و ما این مرز بین اونجا رو انداخته، نخواهیم توانست با اون قدرتی که در طول تاریخ داشتیم برسیم و به اتفاق مردم تاجیک بتونیم یک کشور واحد، یک سرزمین واحد، حتی به صورت فدرال به وجود بیاریم، نه تنها بین خودمون، بین بقیه کشورهایی که تاریخ مشترک داشتیم، در گذشته سنت‌های مشترک داشتیم و آیین‌های مشترک داشتیم، میتونیم به وجود بیاریم و دلیلی نداره که نتونیم. وقتی که 26 کشور که حالا 27 بودن شدن 26 ها، خوشبختانه انگلستان رفت، ستون پنجم آمریکا از اتحاد اروپا رفت، خوشبختانه این 26 کشور با تاریخ متفاوت، زبان مختلف، سنت مختلف، آیین‌های مختلف و گهگاه جنگ و کشتار مختلف، وقتی میتونن به خاطر منافع ملی یکی بشن و قدرت بزرگی به وجود بیارن، چرا ما که در طول تاریخ با هم بودیم نتونیم؟ حتما میتونیم. چرا نشده؟ برای اینکه نمایندگان بسیاری از این سرزمین‌ها که الان به صورت هر کدوم یک کشور شده که یکی بودیم، بسیاری از یا برخی از اینا نمایندگانشون دولتشون نماینده ملت نیست، بنابراین نماینده خاص ملت نیست. ما زمانی میتونیم به صورت واحد در کنار هم قرار بگیریم و یک قدرت بین المللی بشیم و بقای خودمون رو در دنیای پرشتاب و آینده حفظ بکنیم، که نمایندگان و دولت مردان و سردمداران دولت از مردم باشن، نماینده مردم باشن و بتونن همونطور که در اروپا شکل گرفتیم، اتحاد اروپا در این منطقه هم بتونه شکل بگیره. من به موارد دیگه هم اشاره میکنم چون فکر میکنم فرصت داریم. یکی اینکه بحث اینه که مسئله سهام رو مطرح کردم، میخوام که این بقیه یه پولی هم که مردم دارم با این بازی که من وارد جزئیاتش نمیشم، این پولم بالا بکشم به سود کسایی که همه دارایی های مملکت رو بالا کشیدن تا جواب کردن، این تتمرم میخوان این کار بکنم. و من امیدوارم مردمی که جوانای ما و سرآمدان ما، نخبگان ما که تونستن این همبستگی رو به وجود بیارن و در یکی دو سال گذشته بارها قدرت این همبستگی رو نشون دادن، مانع این بشن که
سر بخش دیگری از جامعه کلاه بره و این تتمه باقی موندن هم شفابلگران، کارگران و دوستان بگیرن بدوزن و به بازار، به بانک های شیطان های بزرگ کوچیک ببرن و به حساب خودشون بذارن. اینو من انتظار دارم، همونطور که انتظار میره که قانع بکنن مردم رو که به هیچ وجه این ماشین های ساخت وطن، این بهانه این که ساخت وطن رو باید بذارن کنار، اینها قاتل جون سرنشینانش هستن. کنار دو نمیدونم از این چیزایی که درست کردن، این هم مانع بشن بذارن همونایی که دزدی کردن و شفابر کردن برن بخورن. گرچه میرن اونا ماشین های بسیار گرون قیمتری و خارج میخرن و وارد میرن. مورد دیگه که مطرح شده اینه که اینها کشت و صنعت دشت مغان رو مجانی فروختن یا کشت و صنعت نیشکر در خوزستان رو مجانی فروختن و لطمه زدن تراکتور سازی رو همینطور در تبریز و خیلی بحث و گفتگو شده. ولی من مثل هموطنانمون که دلشون میسوزه و ایراد میگیرن و اعتراض میکنن که تحسین میکنم، اونم در داخل ایران هستن، ولی من اینطوری فکر میکنم، من فکر میکنم که کشت و صنعت نیشکر یا دشت مغان یا کارخانه تراکتور سازی که خودش میتونست ماشین سازی چیز ماشین بسازه، فکر میکنم مجانی فروختن. نخه، اینا دقیقاً با همون قیمتی که باید فروختن، ولی اون پولو زیر میزی گرفتن. اونهایی که قدرت دولتی دستشونه تمام اون پول از خریدار گرفتن یا خواهن گرفت، ولی زیر میزی اونی رو که اعلام میکنن رقمیه که فقط به اطلاع مردم میگن ما انقدر فروختیم، نه اینکه واقعا به همچین قیمتی فروخته باشن. بنابراین باید مطمئن باشیم اینا از هر چیزی سعی میکنن دزدی کنن، شفابر کنن، غارت کنن و به هر روی تا روزی که این اتحاد و همبستگی و یگانگی و ملی به عمر این استبداد پایان نده، ما شاهد یه همچین شفابلایی خواهیم بود. اما مطلب دیگه هم که در این هفته اتفاق افتاد بد نیست اشاره ای بکنم اینه که میدونیم که قانون اساسی عراق به این شکل که مجلس در حقیقت رئیس مجلس از شیعیانه، رئیس دولت یعنی نخست وزیر از سنی هاست و رئیس جمهور از کرد ها. بنابراین با توجه به این که رئیس مجلس و شیعه باشه و با توجه به اینکه حدود 70% نمایندگان مجلس عراق شیعه هستن و تابع جمهوری اسلامی و اجرا کننده دستور سردمداران اسلامی، بنابراین اینها رأی اعتماد به کسی میدن که جمهوری اسلامی تایید بکنه و در غیر این صورت رأی اعتماد نمیدن و بارها کسانی مطرح شدن ولی رأی نیاوردن. اما این بار میبینیم که شخصی به نام کاظمی یا به قول عربا الکاظمی اینو با این که گفته شده، بارها گفته شده، شاید هم ثابت شده، اطلاع داشته از روزی که حاج قاسم میرفته به بغداد و همکاری کرده در از بین بردن اون، یا لااقل اطلاع داده که اون پایین آمادگی رو پیدا بکنن. این وقتی نامزد نامزد نخست وزیری شد، مجلس به این رأی داد، مجلسی که تابع جمهوری اسلامی به کسی رأی داد که میگن به هر حال شریک کشته شدن حاج قاسم بوده. خب چرا، چطور میشه جمهوری اسلامی به مجلس دستور بده، به نمایندگان شیعه دستور بده که شما به کسی رأی بدین که یه همچین سابقه ای داره و رئیس اطلاعات بوده اون موقع، در رئیس اطلاعات عراق؟ خب اینجا میرسه که یه معامله ای، یه زد و بندی بین آمریکا و استبداد اسلامی، جمهوری اسلامی انجام شده و این در جاهای مختلف مطرح شده که بدون این توافق نمیشد که نمایندگان شیعه رأی بدن به کاظمی. و آنچنان این بحث مطرح شده به طوری که دو طرف تکذیب کردن،
و ما میدونیم که نه الان، در طول تاریخ لااقل بعد از جنگ دوم، هر نوع تکذیبی یعنی تاییده، یعنی یه چیزی اتفاق افتاده، فاش شده، لو رفته، تکذیب میکنن. خود همون تکذیب نشون دهنده تاییده. بنابراین در این که توافق شده تردیدی نیست، اما این توافق میتونه حتما دو سره باشه. یعنی اگر اومدن کاظمی خاص آمریکاست، باید جمهوری اسلامی هم متقابلا چیزی گرفته باشه، و اون چه گرفته که لو رفته، فاش شده، گفته شده و گفته میشه اینه که آمریکا قبول کرده که اندوخته های ایران که در لوکزامبورگ هست و 1,600,000,000 هست و اروپا آمادگی داره به جمهوری اسلامی تحویل بده، آمریکا مخالفتی نکنه و اینها بتونن به اصطلاح یه نفسکشی برای خودشون پیدا کنن با این اقتصاد در هم فرو رفته که دیگه مردم چیزی در جیب که چی در سفره ندارن که اینا بتونن آرد بکنن. یه همچین توافقی میتونه انجام شده باشه، منطقا میتونه درست باشه، ولی اینم توجه داشته باشیم که آیا آمریکا اجازه خواهد داد که این پولی که میاد که اینا میخوان یه مقدار اقتصاد ورشکستشون سر و سامان بدن، آمریکا اجازه میده از این پول به حزب الله لبنان و حماس فلسطین و در سوریه و شبه نظامی های عراق و یمن کمک کنه یا نه؟ نمیدونیم آیا به چه شکلی این مسئله رو حل کردن، چون اگر خامنه ای نتونه پول به اینها برسه، اینها اولا پشت میکنن به جمهوری اسلامی و بعدم هستن عرب هایی، کشورهای عربی پولدار، حتی اسرائیل قسمت دولتیش، این آمادگی رو دارن که با کمک های مالی به این گروه ها اگر جمهوری اسلامی نتونه انجام بده، اینها رو نه تنها موضعشون عوض کنن، بلکه در مقابل سردمداران جمهوری اسلامی هم قرار بدن. این قسمت بعدی که تا چه حد آمریکا تضمین گرفته که این 1,600,000,000 اورو که جمهوری اسلامی تحویل خواهد گرفت، تا چه مقدار حق داره به این وابستگانش در منطقه پرداخت کنه یا نه، و اگر آره چه محدودیتی داره، این هم طبیعیه که به زودی روشن خواهد شد. برنامه فکر میکنم رو به پایانه. خدا نگهدار میگم به بینندگان و شنوندگان عزیز. پاینده ایران.